سلام و عرض ادب خوش اومدید به این ویدیو احمدی احمد هستم و خیلی خوشحالم که تو این جلسه از آموزش هم خدمت شما عزیزان هستم تو این جلسه قراره که با مفهوم ورک اسپیس ها آشنا بشیم و بدونیم که روند کار ما توی نرم افزار افتر فکر به چه شکلی است و کلا با مفهوم ورک اسپیس آشنا بشیم در واقع ورک اسپیس همون همونجوری که مشخص هست از دو کلمه ورک و اسپیس تشکیل شده که ورک به معنای کار هست و اسپیس به معنای فضا یا همون چیزی که من اینجا براتون نوشتم محیط کار شما در نظر بگیرید یه محیط کاری دارید به عنوان رئیس یه دونه شرکت یا هر چیزی مدیر یه دونه مؤسسه ممکنه باشه مدیر هر جایی کلا یک مجموعه زیر دستتون هست که قرار داخل اون یک سری کار انجام بشه برای مثال این شرکت رو در نظر بگیرید این مجموعه کاری رو اومدن محیط کاریشون رو به این شکل چیدن که یه سری میز قرار گرفته که به صورت دو طرفه و یه سری تابلوهای اینجا میبینید که قرار گرفته و سری صندلی هایی که به ترتیب روی هر میز سه تا صندلی وجود داره با سری تلفن که برای پاسخگویی باشه براشون چراغ گذاشتن و میزها رو به این شکل چیدن حالا میتونستن مثلا این میزها رو در ادامه هم بچینن مثلا اینجا رو ادامه دار بچینن صورت طولانی تری بچینن ولی این کار رو نکردن و اینجوری چیدن چرا این کار رو کردن؟ خب اون دیگه به خودشون مربوطه اون کاری هست که خودشون لازم دارن اینجوری انجام بشه پس خودشون میتونن حدس بزنن که چه جوری برای اونها بهتر خواهد بود که یه محیط کاری داشته باشن که حد اکثر بازدهی رو برایشون داشته باشه نرم افزار افتر افکت هم به همین شکله نرم افزاری که بسیار قدرتمنده و به ما امکانات فراوانی توی انجام زمین های مختلف به ما میده پس ما میتونیم محیط کاری اون رو اونجوری که ما لازم داریم بچینیم بریم که بیشتر در موردش صحبت کنیم زمانی که وارد نرم افزار افتر افکت میشیم با یک محیط اینچنینی آشنا میشیم که میتونیم در واقع با استفاده از کلیک روی گزینه نیو پروژکت یه دونه پروژه جدید بسازیم فعلا نیاز به توضیحات اولیه نرم افزار نیست فقط میخوام راجبه به سری از همین محیط های کاری با هم صحبت کنیم زمانی که وارد نرم افزار میشیم شما با یه همچین صفحه رو خواهید خواهد شد ممکنه صفحهتون متفاوت باشه یعنی در واقع پنل های مختلفی اینجا قرار گرفته باشید اولی مفهومی که میخوام باهاش آشنا بشید مفهوم پنل هست پنل به قسمت هایی از نرم افزار گفته می که به صورت پنجره ای و هر کدوم برای یک کار خاص طراحی و برنامه ریزی شده برای مثال ما اینجا پنلی داریم تحت عنوان پنل پراجکت پنل پراجکت پنلی هست که ما فایل هامون رو داخلش قرار و این رو هم در نظر داشته باشید که ما روی هر کدوم از این پنل ها که کلیک میکنیم یک خط آبی دور اون پنل برای ما رسم میشه که نشون بده اون پنل در حالت انتخاب است مثلا پنلی داریم تحت عنوان کامپوزیشن که محل پیشنمایش تغییراتی است که ما روی فایل های مختلف روی, روی فایل های مختلفمون میدیم پنل بعدی مثلا پنل تایملاین هست که ما کارهای کی فریم گذاری و اینها رو داخلش انجام میدیم اگر اصطلاحی رو گفتم که شما آشنایی نداره اصلا نگران نباشید اینها جلوتر کامل توضیح داده خواهد شد خب پنل های مختلفی داریم ما میتونیم همچنین پنل ها رو حذف کنیم با کلیک راست روی اونها روی اون ببینید این چهار خونه رو یا میتونید روی این چهار کلیک بکنید یا هر جای پنل که خواستین کلیک راست بکنید حالا میتونید کلیک راست بکنید و روی کلاس پنل بزنید این پنل بسته میشه مثلا پنل لایبرری میخوام ببندم اینجا کلیک میکنم و کلاس پنل رو میزنم و همچنین میتونم یه دونه پنل رو به صورت شناور در بیارم الان خب این ش... در واقع پنل ها مگه نمی به هم چسبیدن با یه بزرگ کردن یکی دیگری کوچیک میشه ببینید اینا بزرگ کنم برای یه کوچیک میشه چون که یه حالت به هم پیوسته ای دارن یعنی به هم دیگه متصل شدن این پنل ها ولی من میتونم پنل ها رو به حالت شناور در بیارم که در واقع اونجوری هر کار خواستم باهاشون انجام بدم روش کلیک راست میکنم و آن داک پنل رو میزنم با آن کردن در واقع به صورت شناور در میاد و حالا بزرگ کردن و کوچیک کردنش مخصوص به همون پنل خواهد بود و اینجا یه زبدر خواهد بود که من اگه کلیک کنم میتونم اون رو کلوز کنم آقا خب شما که پنل ها رو همشو بردید بردی چجوری پنل ها رو میتونیم برگردونیم ببینید تمام پنل هایی که شما دارید در منوی ویندو وجود دارن یعنی شما اگر پنل رو حذف کردید حواستون نبود یکی از شاگردای بود که قبلا می اومد میگفت که آره آ... آیش من پنلام هم همش رفت همش به هم ریخته شد رفت، منم رفتم نرم افزار پاک کردم دوباره نصب کردم شما از این کارا نکن ای پنل هاتون هر چقدر هم به هم ریخته باشه اینجا توی قسمت ویندو پنل ها همه موجود هست مثلا الان افکت و پریست دارم پنل کارکتر رو من حذف کردم میام میگردم نوشته پنل کارکتر روش کلیک کنم به همون صورت قبلی که حذف شده او به همون صورت ظاهر خواهد شد مثلا آنداک بود الان آنداک برگشت خب آقا میشه مثلا از حالت آنداک درش و در دوباره چسبوندش بله که میشه ببینید اگر اون قسمت سفید کلیک کنید و جابجا جا کنید نمیتونیم بچسبونیمش به, به پنل های دا. ولی اگر روی این این چاخونه هست رو به روش کلیک بکنید و تکونش بدیم ببینید اون حالت هایی که میتونیم بچسبونیمش به, به جاهای مختلف آبی رنگ میشه میبینید مثلا بکنمش این مثلا اون گوشه های یا گوشه سبز رنگ میشه ببینید این ور هم همینجور سبز رنگ خواهد شد و حتی این پایین هم سبز رنگ خواهد جای ببینید ولی بقیه جاها آبی رنگ میشه آبی تیره میشه میگه که کجا میخواد قرارش اگر پنل وجود داشته باشه یه جایی ببین مثلا الان پنل پروژیکت پنل افکت کنترل این بالا وجود داره اگر پنل رو بگیرم بیارم روی اینها رها رو کنم اینجوری میشه یعنی اینجوری پنل ها در راستای هم اینجوری کنار هم قرار میگه و میتونم روشون کلیک بکنم معلومی بندم دوباره و یکی دیگه دوباره پنل کارکتر رو میارم آنداکش میکنم اگر تکونش بدید و بغل ها به چسونیدش بغل باعث میشه که یه حالت یه فضای جدا بگیره برای خودش و یه فضای جدا بهش اختصاص دادیم و یا میتونیم بگیریمش و این وسط رها کنیم وسط که رها کنیم باعث میشه که مثل هم بالا رها کردن به صورت دوتایی کنار هم قرار بگیره من دوباره آنداکش میکنم و اگر بیارید این پایین رها کنید که باز به صورت فضای مشخصی به اون پنل داده میشه من این رو کلاس میکنم این راجب حذف و جابجایی پنل همچنین میتونم فضاهای پنل ها را با استفاده از آوردن کلید موس بین فضای بین پنل ها اونا رو فضاشون رو بزرگتر یا کوچکتر کنم همونجوری که میبینید یا اینجا فضاشون رو کوچکتر یا بزرگتر میکن. میتونم اونها را جاهاشون رو متفاوت قرار بدم مثلا بیارمش این رو بزنمش اینجور و یا پنل تایم لاین رو اینجوری بگیرم بکشمش بذارمش این بغل کارم و مثلا پنل پروژکت رو اینجوری بگیرم بیارمش مثلا این کنار تایم قرارش بدم و افکت و پریست هم بگیرم بیارم کنار پروژکت به صورت تب قرارش بدم الان یه همچین محیط کاری رو برای من ساخت ببینید الان گفتم دیگه اینا محیط های کاری شما هستن بستگی به شما داره که محیط کارتون چه جوری باشه چه جوری راحت تر هستید که با نرم افزار کار کنید به چه پنل ببینید نرم افزار افتر, افتر کلی پنل داره به شما همزمان به همشون احتیاج ندارید ممکنه الان نیازتون باشه که با متن ها کار کنید مثلا خب پنل مثلا کاراکتر رو وارد میکنه پنل کاراکتر برای متن هست اینکه هر کدوم مخصوص چه کاری هستن تو طول دوره یاد خواهید گرفت فعلا صرفا جهت معرفی پنل ها عرض کرد خدمتتون عرض کنم که این امکان وجود داره برای شما که پنل ها را جابجا جا کنید ازشون به صورت آنداک شده در و اون محیط کاری که دوست دارید رو با جابجا جا کردن پنل ها بسازید مثلا من کارم اینه که با لایه های زیادی کار کنم پس لازم دارم طول تایم هم خیلی زیاد باشه برای همین پنل تایم رو از بالا به پایین میچینمش و کامپوزیشن اینجا قرار میدم و افکت پرسیت پروژکت رو هم اینجا این حالت های مختلفی بود که به پنل ها میتونیم خب به این چی میگیم؟ به میگیم محیط کاری ورکسپیس حالا اگر بیاید توی منوی ویندو اون بالای عبارتی نمیشه تحت عنوان چی؟ ورکسپیس همون چیزی که الان خدمتتون گفت این ورکسپیس ها حالت های کاری رو برای شما تدائی میکن مثلا میگه آقای ادیتور شمایی که موشن دیزاینری شمایی که هر کاری با افتر افکت داری به من مشخص کن برای من مشخص کن که کارت با نرم افزار چیه آیا میخوای کار انیمیشن انجام بدی؟ خب اگه میخوای کار انج... انیمیشن انجام بدی من پنل ها رو یه جوری برات چیدم که مخصوص کارهای انیمیشنه فقط کافیه که روی من کلیک کنی خب میگیم که بذار چک کنیم ببینیم میام تو ورک اسپیس روی انیمیشن کلیک میکنیم و پنل ها حالت هاشون تغییر میکنه به حالتی که مخصوص ساخت انیمیشنه مثلا میام توی قسمت ورک اسپیس و روی کالر میذارم میخوام مثلا کالر کارکشن و اصلاح نو اصلاح رنگ انجام بدم روی کالر که کلیک کنم پنل ها به شیوه قرار میگیره مثلا نومیترو اسکوپ میاد و پنل ها به شیوه قرار خواهد گرفت که بتونیم اصلاح رنگ و نور رو انجام بدیم مثلا پنل هم کار به مثلا میگم با نقاشی یا مثلا فریم به فریم میخوام کار کنم روی پینت کلیک میکنم و پنل ها به این شیوه برای من تغییر خواهد کرد و همچنین میخوام مثلا کار تکستی رو انجام بدم روی تکست میتونم کلیک میکنم یه حالت ورک اسپیس که وجود داره آنداکس پنل که همه پنل ها رو به صورت آنداک شده در میاد و ما خب خیلی کم میشه که همچی کار رو نیاز داشته باشیم مگر به اینکه مثلا چندین تومانی تور داشته باشیم و بخوام از اون حالت استفاده کنم. من اون حالت قبلی من لازم دارم پس میذارمشون همون ورک اسپیس استانداردم اون روی ورک اس استانداردم این تغییرات رو اعمال کردم ولی اگه یادتون باشه وقتی وارد نرم افزار شدم ورک اسپیس استاندارد من این شکلی نبود یه شکل دیگه بود و اصلا میتونم یه دونه ورک اسپیس رو تغییراتی توش ایجاد و همچنین میتونم یه دونه ورک ایجاد کنم برای خودم میام تو قسمت ورک اسپیس و روی گزینه سیو ا نیو پرو... ورک کلیک زمانی که کلیک کنم میگه اسم ورک اسپیسی که میخوای داشته باشی چیه مثلا من زدم سم زمانی که روی اوکی کلیک بکنم و بیام توی منوی ویندو قسمت ورک اسپیس یه دونه ورک اسپیس به نام احمد ایجاد خب پس میتونم یه دونه ورک اسپیس جدید بسازم حالا اگه برگردم به ورک اسپیس استاندارد میبینم هیچ تغییری نمیکنه چرا چون که من این تغییراتی که الان اینجا دادم روی چه ورک اسپیسی بود روی ورک اسپیس استاندارد اومدم اون حالت اصلیشو تغییر دادم می این خب الان بخوام برش گردونم به اون حالت دیفالت خودش میتونم بیام تو قسمت ورک اسپیس و روی ریست استاندارد زویلیا کلیک کنم با این کار به حالت دیفالت خودش برمیگرده و پنل ها سر جای خودشون سر جای اصلیشون قرار میگیره کار دیگه‌ای که میتونم انجام بدم اینه که یه دونه ورک رو حذف کنم برای اینکه این, این کار رو انجام بدم روی ادیت ورک اسپیس کلیک میکنم مثلا اسپیسی که خودمون ساختیم چی بود احمد بود روش کلیک میکنم و روی این پایین روی دیلیت کلیک میکنم و روی اوکی کلیک با این کار اسپیسی که داشتم اینجا دیگه وجود نداره و از کار من حذف شد همچنین میتونم تغییراتی که توی یه دونه اسپیس میدم رو مثلا من لازم در پنل لایبرری از اینجا حذف بشه پنل اینفو هست بشه و پنل آدیو هم هست بشه پیریو هم هست بشه به همین شکل باشه میخوام این تغییرات روی ورک اسپیس استاندارد هم سیف بشه برای این کار روی قسمت, قسمت سیف چینج تو دیس ورک اسپیس کلیک میکنم حالا اگر دوباره بیام و ورک اسپیس رو ریسیت کنم توی دیفالت میبینم که هیچ تغییری نمیکنه چون که اون تغییرات رو روی این ورک اسپیس سیو کرد تمام گزینه‌های مربوط به پنل ورک اسپیس رو خدمت شما عزیزان توضیح دادم ممنون که تا اینجا ویدیو رو همراه هم بودی ممنون میشم که نظراتتون رو راجب ویدیوها به من به گوش من برسونید شب و روزتون بخیر باشه تا آموزش بعدی نرم افزار افتر افکت خدایا نگهدارشون